این ایده تحول از بالا باز هم در قسمت های بعدی سعی میکنم توضیحات دیگری پیرامون این ایده بدم. و اول مشکل ایده سرنگونی رژیم در حال حاضر اینه که اگر تمامی نکاتی که ما تا حالا گفتیم نادیده بگیریم و فکر کنیم که این ایده انقلاب سرنگونی هیچ مشکلی نداره، مشکلی که الان بحث اینه که کسی به فرمان ما گوش نمیده. یعنی اون مردمی که تو تهران در حال مبارزه هستن با این رژیم، ما هم بنده میشینم اینجا در هوایی هستم بهشون میگم شما برید انقلاب کنید رژیم سرنگون کنید، اونا به حرف من گوش نمیدن. لذا موقعی که من به عنوان تحلیلگر دارم فرمان میدم، تجویز میکنم که انقلاب و نیروهای داخل کشور به فرمان من به دستور من گوش نمیدن و نافرمانی میکنن و مرجعیت منو نمیپذیرن، یعنی در واقع من به این میرسم که ظرفیت داخلی برای سرنگونی رژیم وجود نداره. حالا من یه آدمی هستم که خواستم بدون چرا سرنگونی رژیمه، فروپاشی این رژیمه به طور انقلابی و وضعیت ما وضعیتی هستش که ظرفیت داخلی برای انقلاب نداره. اگر همچنان من پا به فشارم بر سر فروپاشی، میرم به طور طبیعی به سوی متغیرهای بین‌المللی برای فروپاشی رژیم. اولین متغیری که به ذهن میاد تحریم‌های اقتصادیه. یعنی خواهان این میشن که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های کمرشکن بکنه تا رژیم موجود سرنگون بشه. من زیاد به این صحبت نمی‌کنم چون در این رابطه تا حالا خیلی حرف زدم نمی‌شدم. گفت به جریان اینه که تحریم‌های اقتصادی رژیم سرنگون می‌کنه. این تجربه‌ای تو عراق شده، تو افغانستان شده، تو لیبی شده و هیچ جا از طریق تحریم اقتصادی رژیمی سرنگون شده. در کوبا الان شما شاهد هستید که 4 دهه آمریکا کوبا رو سرنگون تحریم اقتصادی کرده و این ریشه های آقای کاسترو یه دونش هم کوتاه‌تر از اون قبل نشده. یعنی تحریم های اقتصادی به رژیم حاکم صدمه نمیزنه، به مردمی که در اون کشور هستن صدمه میزنه، کودکان از بین میبره، سابقه‌ها میبره، بیماری های عدیده ایجاد میکنه، بنیان های اجتماعی جامعه را از درون فرو بپاشه. خب حالا 10 سال هم بیاید ایران تحریم اقتصادی کمرشکن میکنه، شاید امنیت مردم نابود بشن و رژیم سرنگون نشه. منی که همچنان دنبال سرنگونی رژیم هستم چه چیز بدیل دیگه دارم؟ آلترناتیو بعدی که به ذهن من میرسه اینه که خواهان حمله نظامی کشورهای خارجی به کشورم بشم تا اینا برن ایران رو بمباران بکنن و این رژیم سرنگون بشه. خب اینم شما تجربه عراق و افغانستان رو دیگه بودتون دارید و میبینید که اون تجربه چه بر سر اون دو کشور بوده. لذا به گمان من این ایده سرنگونی، ایده فروپاشی، ایده انقلاب نه تنها به دموکراسی ختم نمیشه بلکه هزاران پیامد نامطلوب دیگه برای ما داره که خاطر قابل دفاعه. اون چی که به گمان من هدف جنبش سبز تشکیل میده، طبعا موقعی که یک نفر میاد تحلیل میکنه، تحلیلگر میاد اون متغیرهای خارجی اون شعارها رو ارزیابی میکنه و به قالب دیسکورس میزه. مثلا من وقتی نگاه میکنم میگن شعار اینه، رأی من چی شد؟ انتخابات آزاد میخوام، آزادی تجمع میخوام، آزادی بیان میخوام، آزادی رسانه میخوام. و در واقع شبیه تمام اینا که شما جمع میکنید همه اینا نامش میشه یک نظام دموکراتیکی که به حقوق بشر انتظام داره. لذا گمان من اینه که خواسته اصلی ما، خواسته اکثریت ما اینه که این مسئله استبداد که یک مسئله تاریخی بوده همیشه در بین ما و همچنان هم هستش و تاریخ ما تاریخ استبداد بوده، خواست ما خواست گذار به یک نظام دموکراتیک مرتضی با آزادی و حقوق بشر. من از اینجا وارد این بحث میشم که ما الان چجوری میتونیم رو بسازیم. در واقع ما که میگم همه ای ما هستیم، همه اون کسانی که در داخل کشور هستن، همه اون کسانی که در خارج کشور هستن، همه این کسانی که خودشون یک عضو از این جنبش سبز میدونن، باید در یک همکاری همگانی و همدیگه بریم و این نظام دموکراتیک رو برای ایران بسازیم. نظام من از اینجا وارد این بحث میشم. در واقع شیوه ها و راهکارهای برساختن یک نظام دموکراتیک در ایران. اولین نکته ای که خدمت دوستان عرض می‌کنم اینه که یا
یکی از پیشفرض‌های دموکراسی، پیشفرض اجتماعی دموکراسی، فرهنگ دموکراتیکه. اما معنای فرهنگ دموکراتیک این نیستش که باید تمامی افراد یک جامعه دموکرات بشن تا نظام سیاسی اون کشور بشه نظام دموکراتیک. حتی در نظام‌های دموکراتیک فعلی جهان غرب، در پیش از نظام‌های دموکراتیک هم درست که تمامی مردم اون کشور، اون جامعه یا اون نظام سیاسی آدم‌های دموکرات بشن. اون چیزی که معنای دقیق این فرهنگ دموکراتیک هست اینه: ما برای گذار به دموکراسی باید الیت جامعه، نخبگان جامعه اجماع داشته باشن بر سر دموکراسی و حقوق بشر. به دو عنوان، مسئله اول اینه که ما دموکراسی رو اجماع میکنیم الیت جامعه که حلال مشکلات کشور باید بوده و با همدیگه توافق میکنیم که به طور طبیعی انسان ها موقعی که در صحنه حیات زندگی اجتماعی با هم دیگه کار میکنن، زندگی میکنن، اختلافاتی بینشون بروز میکنن و الیت توافق میکنیم که اختلافات و نزاهایی که بین ما ایجاد خواهد شد و به شیوه های دموکراتی حل بکنیم و دموکراسی داور ما باشه. لذا اون چیزی که برای گذار دموکراسی لازمه، اولین و مهمترین عنصرش اجماع الیت یک جامعه، نخبگان یک جامعه است بر سر دموکراسی. و این حداقل معنایی که داره تحمل دیگری هستش، تحمل تفاوت هستش. و اگر این نباشه اصلا دادن شعار دموکراسی معنایی نداره. دموکراسی یعنی که ما همدیگر رو تحمل بکنیم، همدیگری که ما همدیگر تفاوت داریم، افکارمون با همدیگر متفاوت، دیگر اندیشی، رفتارهامون و سبک‌های زندگی که پیروی میکنیم با همدیگر تفاوت داره، دیگر باشیم. و اون چیزی که شما فکر میکنید، من کاملا فکر میکنم شما باطل هستید، شما حرفات دروغه، شما حرفات اشتباه هستید و تمامی حقیقت نزد منه و تمامی باطل نزد شماست. اما در این حال برای اینکه ما با همدیگه زندگی صلح آمیز داشته باشیم، چاره جز این وجود نداره که من شمایی رو که باطل هستید تحمل کنم. این فقط من نیستم که فکر میکنم حقیقت دست من و شما باطل هستید، این تک تک دیگر افراد هم هستن که فکر میکنن حقیقت رو کشف کردن و رقیبشون و مخالف فکریشون در جایگاه باطل قرار داره. لذا ما راهی جز تحمل تفاوت، راهی جز تحمل دیگری نداریم. و اگر این تحمل وجود داشته باشه و اگر وقتی بین ما نزاعی صورت گرفت، این نزاعها رو به شیوه های دموکراتیک حل بکنیم و اگر با همدیگه اجماع بکنیم و توافق بکنیم که دموکراسی داور حلال مسائل کشور ما خواهد بود، این اولین پیش شرط اجتماعی گذار به دموکراسی صورت میگیره. ادعای من اینه که ما از مشروطه تا به امروز برای اولین باری که چنین اجماعی در کشور ما پیدا شده. ما هیچگاه چنین چیزی نداشتیم. در دوران انقلاب 57، دیسکورس دهه 40 و دهه 50 یک دیسکورس انقلابی ضد امپریالیستی، ضد غربی، ضد مدرنیته، یوتوپیایی، استقلال طلبانه‌ای بود که مفهوم گوهریش هم عدالت اجتماعی بود و نه تنها در اون دیسکورس آزادی و دموکراسی و حقوق بشر جای نداشت، بلکه به نوعی این دیسکورس دهه 40 و 50 دیسکورس ضد دموکراسی و ضد آزادی و ضد حقوق بشر بود. و لذا شما می‌بینید که موقعی که انقلاب 57 شد، به معنی که انقلاب پیروز شد، همون چپه گسترده‌ای که تا روز 22 بهمن با هم بودن به فاصله 6 روز در مقابل هم قرار گرفتن. یعنی روز 22 بهمن 57 انقلاب شد، روز 28 بهمن، یعنی 6 روز دقیقاً بعد پادگان مهاباد تو مهاباد تسخیر شد و بعد جنگ‌های کردستان، جنگ گنبد و همینطور جنگ‌هایی که تا چند سال درگیری ها به طور مسلمانه ادامه داشت. لذا همه یهوش آدم های غیر دموکرات بودیم و همه اونم لنینیست بودیم. یعنی شما اگر اون دوره دهه 40 به نگاه بکنید، چه گروه های مارکسیست، چه گروه های مثلا سازمان مجاهدین خلق و چه متفکران مذهبی مثل شریعت و دیگران، همه این کتاب دولت و انقلاب لنین خونده بودن و همه به دنبال این تصرف قهرآمیز و خشونت آمیز دولت بودن. و لذا همین آدمایی که چه میاندیشن، یک سری آدمای غیر دموکرات لنینیست، فردا به جون هم افتادن و این چیزی بودش که به دموکراسی معلوم بود که منتهی نمیشه. لذا در انقلاب 57 شما نگاه کنید، در دیسکورس اون زمان نگاه بکنید، به نوشته های گروه ها، به نوشته های افراد اون دوره، چند تک چهره اگه اونها رو کنار بذاریم،
دیسکورس مسلط، دیسکورس قاهری، دیسکورس ضد دموکراسی بود، دیسکورس ضد حقوق بشر بود. آلترناتیو ولایت فقیه آقای خمینی دموکراسی و بشر نبود. آلترناتیو آقای ولایت فقیه آقای خمینی لنینیسم و استالینیسم و مائویسم و انور خوجه‌ای بود.